بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سوال پیدا میشه یقدر پابندی ها بالای زنا نهاده میشه زنا یقدر از حقوق خود محروم است؟ نه، کدام امری که به زنا آمده او به خاطر عزت خود زناست، اما در امور معنوی دیگه در آن چیزی که میدان ترقی و پیشرفت است زن و مرد با هم تفاوتی نداره. بیا ان المسلمین والمسلمات یقینا مردای مسلمان و زنان مسلمان، فرقی است؟ نه، در اسلام فرقی نیست. مسلمین کی را میگه؟ مردای مسلمان مکمل تسلیم به نظام الله، زنان مسلمان هم مکمل تسلیم به نظام الله. اوی توسط چی میشه؟ اعمال ظاهری. اعمال ظاهری اقرار کلمه شهادت، نماز خواندن، روزه گرفتن، زکات دادن، حج کردن. والمؤمنین والمؤمنات مردای مؤمن، زنای مؤمن. در عقیده تعلق داره. با الله چه قسم عقیده داشته باشه؟ با بالای ملائک، بالای انبیاء علیه السلام، بالای کتابای الله، با تقدیر، با روز آخرت چه عقیده داشته باشه؟ ایره ایمان میگه. والقانتین والقانتات مردان تابعدار و زنان تابعدار. والصادقین مردای راست باز و صادقات زنان راست باز. و صابرین مردای صبر کننده و صابرات زنان صبر کننده. و الخاشعین ترسی که از هیبت و جلال و عظمت در قلب انسان پیدا میشه، یعنی و الخاشعین خشوع کنندگای مرد و الخاشعات زنان خشوع کننده. و المتصدقین خرج کننده مردا و المتصدقات زنان خرج کننده. و صائمین مردای روزدار و صائمات زنان روزدار. و الحافظین فروجهم حفاظت کننده مردا عورتای شرمگاه های خود و الحافظات زنان حفاظت کننده شرمگاه های خود. و الذاکرین الله مردای یاد کننده الله را کثیرا زیاد. و الذاکرات زنان یاد کننده الله را. اعد الله بكل ازیا الله تبارک و تعالی آماده کرده لهم برایشان مغفرتا بخشش و اجرا عظیما اجر بزرگا. ده مغفرت و اجر بزرگ در مقابل اینمی صفت حاصل میشه مرد و زن تفاوتی داره؟ قطعا نداره. عطا ابن ابی رباح رحمت الله علیه تابعی است و میفرما کسی که کل امور خود تسلیم میکنه به الله تبارک و تعالی ده مسلمین داخل است، او کسی که ربوبیت الله را تصدیق میکنه به امرای الوهیت الله و رسالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که شامل کل مؤمن است میکنه، این در جمله مؤمنین داخل است. کسی که طاعت الله را در فرض و اطاعت رسول در سنت میکنه، این در جمله قانتین داخل است. کسی که صبر به طاعت و مصیبت میکنه، یعنی طاعتای الله را انجام میده با وصف که تکلیف سرش میاد و از دستری مصیبت ها صبر میکنه و از معصیت ها خود نگاه میکنه صبر میکنه، این در جمله صابرین داخل است. و کسی که نماز طوری بخونه که در جانب پالویش کسی دیگر را نشناسه، این در جمله خاشعین داخل است.
او کسی که هر هفته یک چیزی را صدقه بکنه این در جمله متصدقین داخل است. کسی که روزای سفید 13م 14م 15م بگیره این در جمله صائمین داخل است. کسی که حفاظت عورت شرمگاه خود از حرام میکنه در جمله حافظین داخل است و کسی که 5 وقت نماز مکمل میخونه این در جمله ذاکرین داخل است. او بعضی علما در مورد ذاکرین میفرمه که انجام دادن دعاها و اورادی که از پیغمبر علیه السلام نقل شده به مطریقه سنت او را در اوقات مختلف انجام میده او در جمله ذاکرین کثیر شمار میشه. ذکر کثیر اینجا ذاکرین کثیر. ذکر اول در ذهنتان باشه که معنای ذکر یاداوری الله تبارک و تعالی است، یعنی در ذهنت همیشه الله باشه. تو هر معامله ای که انجام میدی حکم الله در ذهنت باشه که مخالفت از حکم الله نشوه. این معنای ذکر است. خب بله، محل ذکر قلب است، زبان است و اعضا است. وظیفه قلب تفکر است، وظیفه زبان گفتار است، گفتن است، وظیفه اعضا عمل کردن است. این دیگه امو درجه اعلای ذکر و نموسته که در قلبت فکر ده و صافی الله بکنی، در زبان تسبیح و حمد الله را بگویی و به عمل مکمل تطبیق بکنی، اینی اعلا مرتبه ذکر است. البته ذکر که تنها با زبان است یک مرتبه ذکر است و این کامل نیست. خو الله تبارک و تعالی این را هم بی عوض و اجر نمیده. پس بعضی مردمایی که دلیل میگیره که ما ذکر میکنیم اینا القجر میکنیم و هایوهوی میکنیم، این ذکر نیست. ذکر نمیسته که به طریق پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشه، او یک از یک پیغمبر کسی نقل نمیکنه که چند دانه کلمات مدحامیز پیری خود آدم در لاسپیکر بگویه و سرای خود دور داده و هر طرف خود بندازه. این ده هیچ حدیث ده هیچ جا کسی ثابت کرده نمیتونه. ذکر به طریق پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که امو از کار کلماتش هم از پیغمبر باشه. الحمدلله آل مردم ما درک کرده تا زمان تا خیلی وقت ذکر کس نمیشناخت که ذکر چیسته. مسجد چی ذکر داره؟ موتر بالا شدن چی ذکر داره؟ خانه داخل شدن بیرون شدن چی ذکر داره؟ بازار رفتن چی ذکر داره؟ خواب شدن چی ذکر داره؟ نان خوردن چی ذکر داره؟ آب خوردن چی ذکر داره؟ این ذکر از کارش نمیفهمی. آلی الحمدلله اون کتاب است، پناهگاه مسلمان کتاب است. غیر از دعاهای مسنون، دعاهای مسنون هم دو قسم است. یک قسم دعاهای مسنون است که از خود اما احادیث ضعیف از کار آورده، پناهگاه مسلمان احادیث قوی از کار آورده و این خیلی آلی خو الحمدلله خیلی زیاد است. بعد هر فرد مسلمان اینمی از کار قطش باشه از او یاد بگیره، در نمازهای خود دعاهایی که آمده او را بخونه، همچنان از کاری که در اوقات مختلف آمده آدم باید بخونه. ما ذکر چی را میگیم؟ هو هو گفتنه یا الله الله گفتنه، این ذکر نیست. از پیغمبر نقل نشده پیغمبر هو هو گفته باشه یا تنها نام الله را الله الله بگه. کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله مجموعه ذکر نیست، تنها لا اله الا الله ذکر است. مردم ایرا نمیدونه تا ایرا بیچاره از کار جاگاهی نداره. الله تبارک و تعالی ما را توفیق بده که عام شوه، مردم ما بدانه که از کار چی را میگه. از کار پیغمبر علیه الصلاه و السلام در اوقات متنوع دعاهای متنوع از کار مختلف خوانده و در کتابات در حدیث صحیح بر ما نقل شده، او را باید یاد بگیریم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة درینجا اونا فرق دا بین مرد و زن نبوده، اموری معنوی میدان ترقی بود برای حصول مغفرت و اجر عظیم. زن و مرد نداشت. هر کس که اینمی صفتا را داراسته از اسلام گرفته تا ذاکرین کثیرا تا که زیاد ذکر میکنه، اینمی صفتا برای مردم است برای زنام است. و ما کان لمؤمن نیست برای مؤمن ولا مؤمنت نه برای زن مؤمن نه برای مرد مؤمن اذا قضى الله ورسوله ورسوله وقتی که فیصله بکنه احکام را که الله فیصله کرده و رسول و پیغمبرش امرن از یک کاری را، یعنی الله تبارک و تعالی احکام را که در قرآن کریم روان کرده و رسولش در حدیث سنت صحیح بیان کرده قولا یا عملا که ثابت است از او، نیست برای مرد مؤمن زن مؤمن ای یکون لهم الخیارتو که باشه برشان اختیار من امرهم در مورد کارای خودشان، بلکه فیصله الله و رسول مقدم مشماره، امر خدا ترجیح دادن نمیتونه. و من یعصی الله کسی که عصیان میکنه
یعنی نافرمانی میکنه از الله، از احکامش و رسول، نافرمانی میکنه از پیغمبرش. فقط دل دلالا مبینا، یقینا گمراه شده به گمراهی خیلی آشکارا. ای آیت فیصله قطعی را میکنه. زینب بنت جحش رضی الله عنه که پشت سر واقعش میاد، زید رضی الله عنه که متبنای پیغمبر علیه السلام بود، زینب که از دختری عمیش میشه بنزد بعضی روایات، ای را خواستگاری میکنه. پیغمبر علیه السلام وقتی در خانش میره، زینب رضی الله عنها بسیار خوش میشه که البته پیغمبر علیه السلام مرا به خود میگیره، لیکن خواستگاریشه با زید کرد. زید اگر چه اونجا مردم گریختان ده بود، اصلا غلام نبود، خب به نام غلام فروخته شد ایجا و به نام غلام پیغمبر علیه السلام او را آزاد کرد. نکای یک زن قریشی با غلام بسیار گپی دور است. الله تبارک و تعالی خواسته بود که رسوم جاهلیت به دست مبارک خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعد زیر پا شوه، پایمال شوه، و در این مورد از طعن و لعن هیچ کس احراس نداشته باشه. با مردم در رسوماتش موافقت درست نیست، بلکه او رسومات باید از بین برده شوه، این بدعت ها باید پایمال شوه، میده شوه. خو اول اقدام خود پیغمبر میکنه. از این خاطر پیغمبر علیه السلام برای اینمی رسم که با غلام نکای زنی حره نمیشه، اوهو، که غلام آزاد شده باشه، ای بسیار بعید میدانستن، مستوا و مقام خود کلان میتراشیدن. پیغمبر علیه السلام طلب کرد، خواستگاری کرد، و یا در اول یک کمی نونو کرد ام زینب رضی الله از ام برادرش، تا که الله تبارک و تعالی آیت روان کرد که برای مرد مومن، زن مومن دیگه اختیار نیست که الله و رسولش فیصله کنه. در یک کار فیصله الله و رسول که آمد، باز دیگه گنجایش باقی نمیمانه. خلیکن این آیت حکمش عام شد، تنها به این وردو نیست، فیصله الله و رسول مقدم است، از همه فیصله ها کرده. در وقت آب انداختن نفر میه، مولوی سیب دبن نشسته، ریش سفید دبن نشسته، نه نکو از مولوی ریش سفید شروع، از امو راست شروع کو. چرا؟ فیصله رسول است، از راست. در یک طرفی راستم بچگه که خیلی خرد است، در طرفی چپم استازم است، آب نوشیدم، شیر نوشیدم، با کی باید بدم؟ با طرف راست بدم. چرا؟ فیصله رسول است. زنم برام میگه که میایید خیلی بد برام چی معلوم میشه، امی ریشه که تخو خب تراش کشه، نه، فیصله رسول مقدم کن. چیزی را که رسول فیصله کرده او را باید مقدم بدانی. نیست باز زینب رضی الله عنها طبیعتاً هم نمیخواست که با زید رضی الله عنه نکاح کنه، ولی چون آیت قرآن آمد فیصله الله و رسول، کسی میده کده نمیتونه، نمیتونه. الله تبارک و تعالی خواسته بود که نکاح شوه، بعد از او طلاق شوه، به خاطر که رسمای جاهلیت مکمل پایمال شوه. اول رسم جاهلیت با هر کس که خود کلان میتراشید، با مستوای کسی که پایین بود قطعی از او نکاح نمیکرد. پیغمبر علیه السلام گرفت نکاح را برقرار ساخت. اول رسم جاهلیت اینجا میده کرد، دوم بعد از زویر متبنای خود جور کرده بود، حالی زنی متبنا با مثل چیستا؟ متبنا با مثل بچه حقیقی شمرده میشود، زنش سنوی حقیقی میشود، نکایش صحیح نمیشود. این رسمم پیغمبر علیه السلام میده میکنه، الله تبارک و تعالی با دست پیغمبر. خوی آیت چی درس برای ما میده؟ الله میگه که کدام فیصله از الله و رسول باشه، دیگه مؤمن مرد باشه از آن اختیار نداره. قول پیغمبر علیه السلام در مقابل قول پیغمبر، حدیث پیغمبر، رأی کسی قابل اعتبار نیست. که حدیث پیغمبر آمد بس دیگه، گپ مکمل فیصله شده. آلی اگر تو نمیپذیری، نه، بخاطر نمیپذیریم که امام صاحب قائل نیست. شافی مسلک بگه، بخاطر حدیث پیغمبر نمیپذیریم که امام شافی سرش قائل نیست. حنبلی همینطور بگه، مالکی همینطور بگه، ای قطعا شده نمیتونه. ای در حقیقت در مقابل پیغمبر، امام خود پیغمبر معرفی کردن است و قبول کردن است. چرا؟ فیصله الله و رسول است. رسول فیصله میکنه هر چیزی نو بدعت است که در دین کسی ایجاد میکنه. او تو میگی نه خوب است، مقابله میکنی با فیصله الله و رسول، مقابله میکنی. الله میگه الیوم اکملت لکم دینکم، دین تکمیل کردم، تو میگی یک پرزش باقی مانده، میلادم از پرزی دین است، ثواب داره، سه و چار و ختمام ثواب داره، بدعتا را ایجاد کرده رو ایسته، با مردم پیش کرده رو ایسته. مقابله با الله است، مقابله با رسول الله است، و کسی که بدانه فیصله الله و رسول تو میده میتونی؟ قطعا نمیتونی. بله صحابه همی طور بودن،
زمانی که حکم رسول میرسید باز مجال نبود که کسی بگوید که این حکم هم خوبی داره. بس پیغمبر گفته خوب خوب، نه خوب نه خوب، ترک ده ترک، ما گفته نمیتونیم. ولی مولی سیب چی بدی داره اگر دو را بعد از نماز به آیت اجتماعی بکنی؟ چی بدی داره دو؟ ما میگم راه دین از خود اختراع کردی. پیغمبر نمیفهمیدی راه دینه، تو جناب خود پیغمبر جور کردی به مردم ایرا را کشیده را ایستی. اگر خوب میبود که پیغمبر چرا نمیکن؟ اینی مفاسد بدعت است، در دین ایجاد کردن چیزای جدید است. او الله میگه که اختیار برش امر نیست. و من یعص الله، کسی که نافرمانی میکنه از الله و رسول و از پیغمبر الله. نافرمانی پیغمبر الله نمیست که حدیثش قبول نداری. نافرمانی پیغمبر الله نمیست که چیز بیره پیغمبر برات گفته ای انجام بدی تو انجام نمیدی. پیغمبر گفته در مسح جراب، خودش جراب سر جراب مسح کرده، تو میگی نه نه نه، ای باید مجلد باشه، ای باید آب کش نکنه، ای باید اینطور باشه، اینطور باشه. چرا باشه؟ پیغمبر خود مطلقی جراب گفت. او نمیفهمید که قیدار قطعش میمون که امتی ما در وقتی سری جراب مسح بکنه که اینی 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 شرطا داشته باشه. پیغمبر مطلقی گفت. مخالفت پیغمبر را نکنی، پیغمبر برای آسانی برای تو گفته و تو سرش عمل نمیکنی. در کل عمر نفرمانی پیغمبر نکن، معصیت رسول نکن، سنت ثابت است او تو نفرمانی میکنی. الله چی میگه؟ کسی که نافرمانی الله و رسول الله را میکنه فقط ضل، یقینا گمراه شده، ضلالا مبینا گمراهی آشکارا. از این که آشکارا گمراه کجاست که حدیث صحیح پیغمبر را پیش میکنی اینطور میگه او تو مخالفت میکنی؟ تو میگی که نه، در بخاری آمده، صحابی میگه که ما پایای خود شانای خود میچسباندیم تو شفت کده را ایستی، مردم پای خود پیش میکنه تو از پیش گریخته را ایستی. چرا؟ البته این عمل دو جنبه داره، یکی عوام است، عوام که میکنه بیچاره و نمیفهمه و گناهشان نیست بیچاره و خواست سنت خبر نداره، از حدیث خبر نداره. یکی مولا عالم است که خواب برش معلوم است که این حدیث آمده، خو تاویلات برش میکنه، میگه فلیدین اون میگه چیستا این در اول بود پسان منسوخ شد، که ناسخیش نیست. خو این با مثل دنبای اسباری است، خوی خود در مورد سلام است، در مورد یزی خو نیست. خدا گول میزنن نعوذ بالله، تا که یک قدر دشمنی با سنت رسول الله داری یقین بکن که گمراه میشی. الله گفته از این که گمراهی آشکارا کدام است که حدیث پیغمبر را نمیپذیری؟ و اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. دران وقتك تو میگفتی پیغمبر علیه السلام برای اون شخصی که انعم الله علیه، که انعام کرده بود الله بالایش به توفیق دادن ایمان، و انعمت علیه و تو منعم کرده بودی بالایش بازات کردن و متبنا ساختن، امسک علیه که زوجک نگاه که بالای سیاستی تا امی خانمی تا و اتق الله، بترس از الله تبارک و تعالی، ای حقوقش مکمل بپرداز، نکو که حق تلفی نشود. و تخفی فی نفسک، تو میپوشاندی پنهان میکردی نه نفس خود ما آن چیزی را الله مبدیه که الله تبارک و تعالی او را آشکارا کننده بود، و تخش الناس، تو میترسیدی از مردم، والله میترسی از مردم، والله حق، الله خیلی لایق است ان تخشا که از الله بترسی. فلما قضا زید، هرگاه که پوره کرد زید رضی الله عنه منها، از امی زینب رضی الله عنها، و ترن حاجتی خدا زوجناکها، ما به نکاح دادیم امی زینب رضی الله عنها را برای تو، لکی لا یکونه که نباشه علی المؤمنین، بالای مؤمنا باقی نمانه، بالای مؤمنا حرج، تنگی و تکلیف، فی ازواج ادعیائهم، در خانمای
بچه خونده هایشان ازا قدو من هن و ترا در آن وقتی که پوره کنه از امو زنان خود حاجتای خود و کان امر الله مفعولا بود ای امر الله ای فیصله الله شدنی به هر طریق ای امر فیصله شدنی بود قبل از اینکه زید رضی الله عنه زینب رضی الله عنها را طلاق بده پیغمبر علیه السلام الله خبر کرده بود کی به نکای تو میای و به نکای تو به خاطر میای که اونمو رسم جاهلیتی که سابق بچه خونده را عینی بچه می شمردن و زنش از سنو می شمردن نکار قطعش حرام می دانستن اینی رسم از بین بره پیغمبر علیه السلام زید رضی الله عنه را امر کرد که ای را نگاه کن او ای را حقش ادا کن طلاق نده لیکن در بین از وان نفرت پیدا شده بود او آماده به این شد که طلاق بده اینجا الله تبارک و تعالی میگه که تو از مردم میترسیدی حالان که الله لایق است که از او ترسیده شوه پیغمبر چطور از مردم میترسید؟ اینجا پیغمبر در مورد دین از هیچ کس نمیترسه دعوت دین از هیچ کس نمیترسه در مورد مسائل شخصی خود بله حراس داره پیغمبر از این میترسید که اینجا دستاویز به دست منافقین میفته مردمای مغرض میفته تبلیغات میکنه و این سبب میشه که مردم ایمان نپذیره مردم سبب میشه که بعضی اگر ضعیف ایمان باشه در مورد شکوکات در ذهنش پیدا شوه از دو خاطر از این ناحیه میترسید و این ترس طبیعی میگه مثل که موسی علیه السلام وقتی که ساحرها تمام امور اسپانای خود انداخت اژدهارای بزرگ گشت موسی علیه السلام ترسید این ترس طبیعی میگه پیغمبر علیه السلام در مورد دعوت نمیترسه از هیچ کس راس نداره بیان میکنه تبلیغ میکنه اما اینجا از این نگاه ترسید که مردم تبلیغات میکنه از این تبلیغات مردم متاثر نشوه شکا در دلشان پیدا نشوه خلیکن الله تبارک و تعالی خواسته بود که مبارزه با رسم جاهلیت بسیار ضرور است اول از خودت است که اول عمل سریمزی تو بکنی او اینجا از خوب میفهمه که این رسم میده کردن در دنبال خود انواع گپا و گدازا داره خود تو نترسی فقط از الله بترس قرآن بر ما درس میده رسومات جاهلیت میده شو ولو که هر قدر طعن و لعن مردم برات میگه بعد در نظر نگیری از کی بترس؟ از الله تبارک و تعالی ما امروز ملاهای ما شیطان برشان دستیسه جور کده میگه از حکمت کار میگیریم در کل عمر خود توحید الله را بیان نمیکنه با شرک مبارزه نمیکنه با بدعت مبارزه نمیکنه شیطان برشان مزهن کرده که حکمت است حکمت نیست الله متعال پیغمبر خدا میگم الله خبر داره که مردم از این بسیار گپ کلان جور میکنه سر و صدا برمیخیزه او چقدر لکه در مورد راه دعوت وارد میشه لیکن نه رسم جاهلیت ابطالش خیلی ضرور است از این خاطر الله تبارک و تعالی زینب رضی الله عنها را به پیغمبر علیه السلام به نکاح داد و فخر میکرد که دیگه ازواج مطهرات میگفت نکاح شما در زمین شده از ما در آسمان شده الله مرا به نکاح داده و پیغمبر علیه السلام هم باید به نکاح میکرد چرا؟ ای ضمیرش برداشت کرد که به امر پیغمبر عمو زید رضی الله عنه که در ظاهر پیش مردم غلامی آزاد شده بود قطعی از او نکاح بکنه بسیار سخت بود بعد از طلاق از او پیغمبر علیه السلام دلجویی شکرد که در حریم خود آورد زوجی مطهری پیغمبر علیه السلام شد و زید رضی الله عنه چون که وقت نسبتش از پیغمبر کنده شد به نام زید ابن حارثه شد نه زید ابن محمد بسیار رنجید خیلی خفه شده بود الله تبارک و تعالی یک گانه صحابی که نامش در قرآن ذکر است همی زید رضی الله عنه یک صحابی دیگر نامش ذکر نشده که اونجا نسبتی دست پیغمبر قطع شد اینجا الله تبارک و تعالی نامش در قرآن یاد میکنه که تا روز قیامت سری هر تلفظش سیسی نیکی الله میده این عزت الله به زید رضی الله عنه داد آلی الله تبارک و تعالی به پیغمبر علیه السلام میگه این فیصله شدگی بود الله خواسته بود که این امی رقم فیصله را بکنه و زینب در نکای تو داخل شد که رسم جاهلیت دیگه از بین بره اینجا بعضی مفسرین بسیار واهیات نوشته کرده پیغمبر علیه السلام ناگهان طلب خانه زید رضی الله عنه داخل میشد که زینب رضی الله عنه دید که بسیار قشنگ بود و تمنا کرد که زنی من بود این گپا کلش منافات با عصمت پیغمبر است با شخصیت پیغمبر است این گپای دروغ است احادیث موضوعی و غلط است این قطعا نیست چرا دختری عمیش بودی غیر از او دیده بود باز هر کدام در او زمان تقاضا میکرد خودی پیغمبر علیه السلام ایره خو میدید رنگش رخش
باز خودش خدا به نیکوی خودی پیغمبر میداد. اول که خواستگاری میکرد خوش بود که مرا پیغمبر خود میگیره. چطور شده میتونه که بعد از او باز پیغمبر خوش باشه که زیدی را طلاق بکنه تا کی را بگیره؟ همچون مسئله را در مورد داود علیه السلام هم در روایات اسرائیلی ذکر میکنه. کلش غلط است. در شان پیغمبر علیه السلام تنقیص میکنن، حالان که واقع معصوم هستن از ای. الله تبارک و تعالی خواست این رسم جاهلیت از پای خودی پیغمبر میده کنه، پایمال کنه که مردم درک بکنه. آلی الله بر میگه. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. وما كان على النبي من حرج الناس بولاي پیغمبر من حرج کدام تنگی و تکلیف في مادران چیزی که فرض الله له مقرر کرده الله تبارک و تعالی فرض کرده یعنی واجب ساخته الله تبارک و تعالی له برای پیغمبر علیه الصلاه و السلام اگر او نکاح باشه اگر هر امر باشه الله که مقرر کرده باز دیگه ولو که طبیعتت نخواه که ولا اینطور میشه اینطور میشه نه الله مقرر کرده باید انجام داده شوه یعنی مصلحت شخصی تا در مورد مسائل دین الله پیش نکنی. خب سنت الله فی الذین خلو من قبل ای طریقه و رسم جدید نیست. سنت الله روشی الله تبارک و تعالی سعادت الله است فی الذین در مورد کسانی که خلو پیش دیر شده من قبل و پیش ازی و انبیاء علیهم السلام برای ابطال رسومات این همی قسم مبارزه کده بعد از اون مردم به سری از وقت تعن گفته گپا جور کده لیکن و ترک نکده امو عمله بلکه عمل انجام داده از امو خاطر است که در هر تاریخ پایمال کردن رسومات یک عالم چیسته غوغا را برپا میکنه سر و صدا را مندازه حالی که تو قبر ویران کنی اوهو گنبد ویران کنی باز دیگه مردم نمیمانه تا کلانترین اعتراض زینمی میشه اگر عقیده توحید بیان میکنی مردم در مقابلت غوغا کده رویست خلیکن الله در کلی انبیاء علیه السلام اینمی دستور جاری ساخته که وامی نمی قسم مبارزه کده مردم تعنو لعنو لعنه توی گپا گفته ولی انبیاء علیه السلام رسومات از بین برده مبارزه کرده و کان امر الله قدر مقدور هست امر فیصله الله تبارک و تعالی قدر حساب شده مقدور حساب شده و بگه تنظیم شده برنامه تنظیم شده است اتونیست که همونطور ناگهانی باشه الله خواسته که بعد اینمی رقم کار شوه به خاطر که امور رسومات باقی نمانه مردم درک بکنه که والا ما از خود دیگه پارا جور کده بودیم یه چیزی نبوده در دینی طور معتبر نبوده. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله أنبياء عليهم السلام كيستا خلو من قبل کدام مردم است؟ الذين مردم های بلغونه که میرسانه رسالات الله زماواری هایی که از جانب الله بالایشان نهاده شده و یخشونه از الله میترسه ولا یخشونه حدن الا الله او نمیترسن از هیچ کسی غیر از الله تبارک و تعالی او مردم ها انبیاء علیهم السلام است بخاطر که زماواری های خدا میرسانه به مخلوق الله انبیاء علیهم السلام امی صفتش بوده پیغمبر حکم الله را به مردم میرسانه و بالمقابل برش بدی گفته میشه تعن گفته میشه اعتراض انتقاد میشه سر و صداها میشه خب الله تبارک و تعالی اینی کار سرشان اجرا میکنه به خاطر که حکم الله باید معلوم شوه اگر ده نفر مخالفت کرد دو نفر خو موافقت میکنه و کفا بالله حسیبا کافی الله تبارک و تعالی از روی حساب
که انبیاء علیه السلام بیبی چقدر برای مردم آسانی را میاره، راه و روش دین نشان میده، لیکن مخالفین میخیزن دیگه اعتراض انتقاد میکنن. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. نيس پیغمبر علیه الصلاة والسلام محمد صلی الله علیه وسلم پدر یکی از شما من رجالکم از مردای کلان، پدری مردای کلان نیست، پدری بچای خورده است که وام از پیغمبر علیه السلام پیش وفات کرده. خب پدری مردی کلان نیست، رد میکنه کسانی که میگه زید ابن محمد، که زید بچه محمد است. الله میگه نه، مردی کلان پسر پیغمبر نیست. در اینجا اگرچه اصل موضوع آیت دمی مورد است که کسایی که میگه زید ابن محمد، الله رد کرد که نه محمد رسول الله پدری یکی از مردای کلان نیست. خو لیکن در زمنش مسئله ختم نبوت هم بیا، ولیکن رسول الله، لیکن محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله و خاتم النبیین و خاتم پیغمبر است. خاتم محرم میگه. در زمان سابق هم اینطور بود که هرگاه یک خط به کسی روان میکد با سرش بند میکد، بعد از او یک چیزی آرد واره دش میزد، بعد از او تاپا میزد، مهر میکد به خاطر کی را کس واز نکن. اختتام سخن هم اینطور بود، سنده که نوشته میکد داخلی مهر میمان که هر گپی که از اینمی مهر به این طرف کسی اگر دیگه زیاد کنه قابل اعتبار نیست. پیغمبر علیه السلام هم الله خاتم النبیین میگه. در این اصطلاح امروزی ما و شما مهر لاک میگیم. لاک عبارت از امون موادی است که میچسبه و مهر نموسته که سری امون لاک میزنه به خاطر که کس واز نکنه، خلاص نکنه شه تا که در جایگاه خود برسه. و این نمایندگی از پایان یافتن است، یعنی هر چیز پایین یافته، خلاص شده، ختم شده، این مهر میکنه. پیغمبر علیه السلام هم الله در اینجا خاتم النبیین بیان کرد که این خاتم پیغمبر است، یعنی در پایان انبیاء علیه السلام به طور مهر پیغمبر علیه السلام آمده، بعد از این دیگه پیغمبر نیست. اگرچه آیتای عام خو خیلی زیاد است، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، برای کل عالمیات توستی. همین قسم چیست؟ اهل القرا و من بلغ، که تو اهل قرا را بترسانی مکره و هر کسی که برش میرسه هر جای که هست. امی قسم الله تبارک یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من قبلکم والذین من قبلکم، میگه نمیگه والذین من بعدکم، پس اون دیگه چیز نمیه. از اون خاطر ختم نبوت و رسالت به پیغمبر صلی الله علیه وسلم شده. احادیث خیلی زیاد وارد شده، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، ما آخری پیغمبر هستم، پس از ما دیگه پیغمبر نیست. از اون خاطر هم دعایت و هم دعایت ثابت شده که آخری پیغمبر صلی الله علیه وسلم است. چرا؟ انبیاء علیه السلام در هر تاریخ، در هر مقطع برای رهنمایی بشر آمده. اینمی مراحل تاریخ بشریت حیثیت صنفا را داره، اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم. حالی اگر کسی سوال بکنه که پیغمبر چرا ما از اونمو لطف و مرحمت الله که وحی است چرا محروم شویم که سر پیغمبر نبوت ختم شوه و پیغمبرم وفات کرده، ما چی بکنیم؟ جواب است که پیغمبر علیه السلام برنامهش جاودانی است. اصول کلی که ما میتونیم از او اصول کلی در تمام موارد زندگی خود استفاده کنیم پیغمبر به ما گذاشته. از امو خاطر ضرورت و نیاز به دیگه پیغمبر نیست. عیسی علیه السلام که میاد من حیث پیغمبر جدید نمیاد، بلکه اوم تابعداری شریعتی کی میباشه؟ پیغمبر علیه السلام میباشه. از امو خاطر مردم که وقت مراحل تعلیم خود را طی میکنه، الکی لیسانس گرفت، ماستری گرفت، دکتر شد، عالی دکتر، بعد از اون پشت درس نمیگرده، بلکه همون قدر قواعد کلی را فرا گرفته که در روشنی از او دیگه جزیات چی میکنه؟ استنباط کرده میتونه، دیگه مسائل میفهمه. از همون خاطر پیغمبر علیه السلام چیست؟ مثل یک دکتر واره که در مرحله آخری آمد و قواعد را وضع کرد برای امت خود که در کل تاریخ از او قواعد و قوانین امت استفاده کرده میتونه و هر مشکل امت توسط قوانین چی میشه؟ حل میشه. از او خاطری خاتم النبیین است و بعد از این پیغمبر نمیاد. مردمایی که تاویلات در اینجا میکنه مثل قادیانی واره و کسای دیگره پیدا شوه و بگه که من پیغمبر هستم، کلش غلط و نادرست است. مثل که بدبختایی که 4 روز در یک گوشه های هوی گفته را ایسته، روز پنجم باز دعوای مهدی گیری را میکنه، روز ششم باز دعوای پیغمبری را میکنه، روز هفتم دعوای چی را بگه؟ الوهیت را میکنه، نعوذ بالله. امی فرقه بهایی بهاودین
بهاودین اول دعوای مهدیگیری را کرده بود، باز بعد از او دعوای پیغمبری را کرد، بعد از او دعوای چی را کرد؟ نعوذ بالله اله بودنه. آلی فرقیش هم در چی هست؟ در امریکا. گرچه ایرانی ها اهل تشیع ایران و فتوای کفری از ویره داده، لیکن او فعالیت خود کرده رویست، توسط دشمنای دین اکمال میشه و این کار کرده رویسته. امروز هم از همین مراکز فساد همچون مردم ها ظاهر میشه و همین طور ادعاها را کرده رویسته. میگن ما با قرآن و سنت ضرورت نداریم، ما از نفس خود کامل هستیم، هر چیز از نفس خود میگیریم، این کلش الحاد و بیدینیسته. قطعا هدایت بدون الله و رسول بگه به دست آمده نمیتونه، بدون کتاب الله بگه و سنت رسول الله به دست آمده نمیتونه. از او خاطر اینجا نبوت ختم شده، کسی دیگر ادعای نبوت نمیتونه. کسایی که میگه که بر ما آوازا شده، این دعوای نبوت است نعوذ بالله. آوازا کی کرده؟ یا شیطان کرده یا ملک. اگر ملک کرده باشه دعوای پیغمبری داری، اگر شیطان کرده باشه خب گپی تو قابل قبول نیست دیگه. شیطان برد آواز داده، ملک چی میکنه که اینجا بیا؟ و کان الله بكل شيء عليم. هست الله تبارک و تعالی به تمام چیز عالم، یعنی او میدانه که چرا بعد از پیغمبر علیه الصلاه و السلام دیگه کس پیغمبر روان نمیکنه، به خاطری که الله تبارک و تعالی به تمام مصلحت او رضا عالم است. از او خاطر مناسب دانست که آخری پیغمبر همین پیغمبر باشه و یک امتیاز به امتش بده، کسای پیدا شوه که بعد از وفات پیغمبر احیای سنت پیغمبر بکنه، تعلیمات پیغمبر مدون بسازه، تعلیم بده به مردم، دعوت بده که یام دی نمی دعوت حصه بگیره. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکره و اصیلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. دعيات قبلية الله تبارك وتعالى بعد ذلك بيان تبليغ أنبياء عليهم الصلاة والسلام ووظيفة خطير ومهم أزوار ذكر كان كيو عبارة دعوات بود ورساندن أحكام الله تبارك وتعالى براي أمتهاي گوناگون. در اینجا الله تبارك وتعالى مسئولیت یا وظيفة مؤمنان هم ذكر میکنه که مؤمنان بعد از اینکه از طرف انبیاء علیهم السلام دعوت داده میشه برایشان چی عمل یا انجام بده، و خصوصا بعد از اینکه پیغمبر علیه السلام آخری پیغمبر شد و خود پیغمبر علیه السلام از جهان رحلت کرده، مؤمنان چی وظیفه داره. الله تبارک و تعالی در اینجا وظیفه و مسئولیت مؤمنان را پیش میکنه و میفرمه یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. ای کسانی که ایمان آورده یاد کنی الله تبارک و تعالی را ذکرا کثیرا، به یاد کردن خیلی زیاد. و سبحوه، پاکی الله تبارک و تعالی را بیان کنی، یعنی نسبت پاکی را به الله تبارک و تعالی بکنی، از هر قسم عیب و شرک و عجز و از همه نواقص، بکرتا و اصویلا، صبح و بیگا. مراد از پیشش تمام اوقات است، یا ایست که صبح و بیگا دو وقت خیلی مشهور است، از او خاطر وقتی است که باید انسان رجوع به الله تبارک و تعالی بکنه، خصوصا در این حالت نسبت پاکی به الله تبارک و تعالی بکنه. الله تبارک و تعالی امر به مؤمنا به ذکر الله کرده. اول خو مفهوم و مقصد ذکر باید یاد داشته باشیم. در لغت عربی ذکر یاد کردن میگه، اما در حقیقت و واقعیت ذکر عبارت از توجه تمام است، مکمل است، از وجود خود به سوی الله تبارک و تعالی. یعنی هرگاه تو وجود خود مکمل متوجه الله تبارک و تعالی بسازی، ای را به نام ذکر یاد میکنه. از او خاطر ذکر شامل ذکر زبان، شامل ذکر قلب و شامل ذکر اعضا ارسیش میشه، چرا که ما در هر مرحله الله تبارک و تعالی باید دیاد ما باشه. اینجا الله تبارک و تعالی امر به ذکر میکنه، علت چیسته؟ الله تبارک و تعالی اشاره به این میکنه که حمله های دشمن خیلی زیاد است او از هر طرف است، تاریکی های جهالت یک طرف، مردم خیلی جاهل میباشه، پرده های غفلت سری نور ایمانشان گسترانده شده، وسوسه های شیطانی از طرف دیگه، و همچنان مردمایی که عناد یا ضد داره، جهالت داره، ای از سوی دیگه. در این طور مواقع نمیشه راه دعوت خیلی زود
تاثیر بکنه بالای مردم و در دعوت خود کامیاب شوی. کدام را را اختیار میکنی؟ الله تبارک و تعالی برات میگه الله را یاد بکو. یکی از جمله صورتهای کامیابی انسان است که الله را زیاد یاد بکنه. یاد کردن الله در تمام ابعاد زندگی، یعنی هر کس تو را ببینه که واقعا به کدام راهی که دعوت میده واقعا که پابند امو راه است و این متاثر از او راه است. از امو خاطر دعوت عملی جنبه خیلی تاثیرناک داره از دعوت قولی کرده. زمانی که اگه انسان دعوت میده و در عمل او را مردم ببینه که بله ای خود سری از این عمل میکنه، آلی در دل اینمی مدعو، در دل کسی که دعوت داده شده خامخا میشینه که عمل تاثیر داره که آدم خودش هم انجام میده. از او خاطر الله تبارک و تعالی مؤمنان را امر به یاد الله کرد. مراد از یاد الله چی هست؟ چه قسم یاد الله را بکنیم؟ در هر صحنه و میدان الله تبارک و تعالی به مو کیفیت یاد میشه که مناسب است. مثلا در مقام گناه اگر پیش صادر میشه، یاد کردن الله این معنا را داره که تو رجوع بکنی به سوی الله و از این گناه پشیمان شوی، توبه بکنی. ایرم یاد الله میگه. اگر الله سرت نعمت کرده، یاد کردن الله این معنا را داره که تو شکرگزاری همین نعمت بکنی و همین نعمت در جای مناسب از پیشش استفاده بکنی. اگر کدام تکلیف و مصیبت سرت میرسه، یاد کردن الله این مفهوم داره که تو از صبر و شکیبایی کار بگیری و ایره بگویی که دنیا زود گذر است و امتحانات الله تبارک و تعالی است. اگر در مقام نماز هستی، باید نمازت او رقم عبادت باشه که اخلاص کامل داشته باشی، خشوع سری تو حاکمیت پیدا کرده باشه و مکمل توجهی طرف الله تبارک و تعالی بگردانی. اینمی مفهومی یاد کردن الله است. انسان در هر جا اگر در موتر بالا میشی، در اینجا مناسب یاد کردن الله است که این موتر نعمت عظیم الله است که مخلوق پیدا کرد، که این فکر و استعداد برش داد که موتر را جور کرد و ما آلی در خیلی پیسه کم مسافه خیلی زیاده در وقت کم طی میکنم. ای کلش نعمت الله هست. یعنی هر مرحله زندگی خود انسان الله را یاد بکنه. لقمه را میگیری در او وقت یاد میکنی الله را، بسم الله میگی، اشاره به این میکنی که ما قدرت نداشتم که اینمی لقمه را به تنهایی خود جور میکدم، ولو که سالام برآمد، لیکن الله تبارک و تعالی مخلوق خود وظیفیش تقسیم کرده، هر کدام وظیفه خود پیش برده، برای ما لقمه تیار شده. اینی را به نام ذکر الله تبارک و تعالی یاد میکنه. هر عبادت دیگه الله تبارک و تعالی جای خاص داره، زمانی خاص داره، کیفیتی خاص داره، مقداری خاص داره، بجز از ذکر الله. ذکر الله وقت نمیخواه، ذکر الله جای نمیخواه، ذکر الله کیفیتی خاص نمیخواه. اگر استاده استی، اگر نشسته استی، اگر خواب استی، در هر جایی که استی و هر وقت که استی، مقدار طلب نداره الله در یادت باشه. باز در ضمن اینمی ذکر امو از کاری که از پیغمبر علیه السلام نقل شده و انسان در مواقع مختلف که از پیغمبر بر ما رسیده او را ادا میکنی، ایران به نام ذکر الله یاد میکنه و این بهترین ذکر است، چرا که خودی پیغمبر علیه السلام او را انجام داده و تو هم انجام میدی. در غیر از او انسان وقت خود فارغ تیر نکنه. لااقل اگه در موتر نشسته استی سبحان الله بگو، الحمدلله بگو، الله اکبر بگو، لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ایره بگو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، ایره بگو. ای اسکار الله تبارک و تعالی است. انسان در هر موقع آدم گفته میتونه، حتی یک آدم در زمین خود بیل میزنه، اگر هر مرتبه بیل در زمین میزنه و سبحان الله میگه، الحمد لله میگه. در تمام اعمال تنها ده یک مسئله معماری، همین بعضی مردم امیر عادت کرده بود همین معمارا که وقتی پخسر منداختن چی میگفت؟ الله. لیکن یا الله نمیگه، الله میگه، هنوز دیگه غلط میکنه، وگرنه خوب عمل بود، چرا که ام عمل انجام داده میشود ام یاد الله تبارک و تعالی میشود، ذکر الله تبارک و تعالی میشود. ما شما وقتی در موتر میشینیم، موتر در حقیقت گهواره ذکر الله است. چقدر آدم میتونه که در اونجا تا آمدن در این مسجد چقدر اذکار بخونه، چقدر سبحان الله بگه. باز در بین اذکار خصوصیت و امتیاز کدام ذکر داره؟ او ذکر که دلالت بالای پاکی الله تبارک و تعالی میکنه، مثل سبحان الله، مثل الحمدلله. از امو خاطر سبحان الله نیمی ترازوی را پر میکنه، الحمدلله مکمل ترازوی را. چرا الحمدلله متضمن دو چیز است؟ هم صفت کمال به الله ثابت میکنی، قاعده است که صفت کمال برای کسی ثابت شود نقص و عجز هم مگی از بین چی میشه؟ میروه. از او خاطر او پلی ترازوی را مکمل پر میکنه.
البته مراد از اذکار از کاری که معهود است، معلوم است در شریعت. اذکار از خود ساخته نمیشه که ما از خود بسازیم لا موجود الا هو، لا مقصود الا هو. این اذکار بدعتی است، این اذکار است که مردم از سینه خود جور میکنه، این ذکر نیست. یا کلمه طیبه را مردم تکرار میکنه برای محمد رسول الله، او را ذکر گفته نمیتونیم، تنها لا اله الا الله ذکر است. اذکار و نمود میگه که در شریعت بر ما آمده طریقیش و همچنان گفتنش نقل شده باشه، اونو را به نام ذکر یاد میکنه. الله تبارک و تعالی در اینجا مؤمنا را به این امر کرد که شما ذکر الله را زیاد بکنی. از امو خاطر در یک حدیث میاد از پیغمبر علیه السلام سوال شد که بهترین عمل کدام است. پیغمبر علیه السلام میگه ذکر الله تبارک و تعالی، حتی از جهاد فی سبیل الله کردم ذکر الله چی است؟ بهتر است. چرا اینجا از جهاد؟ به خاطر که جهاد یک شعبه از ذکر الله است، او ذکر الله یک شعبه عمومی است که کل زندگی تفرا گرفته، در حالت خواب رفتن، بیدار شدن، نان خوردن، چیست آب خوردن، بازار داخل شدن، خانه داخل شدن، حتی در تشناب داخل شدن هم الله در یادت است. از امو خاطر در وقت داخل شدن الله من یعوذ بک من الخبث والخبائث میگی، و بعد ازی که میبرای الحمدلله الذی اذهب عن الاذی و عافانی. الله تبارک و تعالی چقدر احسان سری تو کرده. اینمیسته که انسان مکمل عمرش دیاد الله تبارک و تعالی تیر میشه. و اینمی خود یکی از جمله وسایلی است، یکی از جمله عواملی است که آل دعوت تو تاثیرگذار است و کسی بری تو گزند رسانده نمیتونه. اینی وظیفه مسلمان است. و سبحو بکرتن، شما صبح هم پاکی الله را بیان کنی و اسویلا بیگام. مراد از بکره صبح میگه، اسیلا بعد از دیگر تا شام، این را به نام بیگا یاد میکنه. خب لیکن مراد در اینجا تنها صبح بیگا نیست، همه اوقات است. خب چون که تمام روز به انسان مسلم معلوم میشه که چیزی در تعلق به صبح داره و چیزی تعلق به بیگا داره، از او خاطر الله تو یاد کرده. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الى النور و کان بالمؤمنین رحیما. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته. اینجا بشارت بزرگ یا نوید بزرگ برای چیست؟ برای مسلمان هاست. الله تبارک و تعالی در اینجا مرتبه مؤمنا را ذکر میکنه که کسی که همیشه دائم در یاد الله است، الله هم در یاد ازی است، الله هم رحمت خاص خدا شامل حالش میسازه. چرا که الله در اینجا میگه هو الذی، الله ذاتی است، یصلی که به طریق دوام رحمت میفرسته. یصلی مانا الله تبارک و تعالی یادت میکنه بر رحمت خیش، که تو ذکر الله را میکنی الله هم تو را از رحمت خیش محروم نمیسازه. و ملائکته، و ملائکه از هم بری تو رحمت میفرسته، از تو را تایید میکنه، با تو کمک میکنه. دعوتگر به ذکر الله خیلی نیاز داره. چرا؟ به خاطر که رحمت الله از قطع نشوه و ملائکه الله که امدادش است و هم قطع ازی باشه. این زمانی میشه که دعوتگر در ذکر الله اول مره باشه، در نماز خود، در عبادات خود، در اذکار خود، در همه گپا. انسان باید این گپا را یاد داشته باشه. او وقت باز است که الله تایید الله قطعش است، ملائکه الله روان میکنه، امداد ازی را میکنه. چرا؟ لیخرجکم من الظلمات الى النور. الله وقتی که انسان به طریق استمرار یاد الله را میکنه، الله تبارک و تعالی انسان در حالت جهالت و تاریکی نمیگذاره، در بدعت و شرک نمیگذاره. الله آلی راه های حق برات روشن میسازه، خود به خود تو راه حق پیدا میکنی. چرا؟ به خاطر که تو در ذکر الله هستی، الله در یادت است، الله را میشناسی، پشت ازی میگردی که الله کدام ذات است. از امو خاطر است از کاری که مردم در بعضی خانه ها میکنه از خود ساخته است، از وا نور و بصیرت پیدا نمیشه. چرا؟ به خاطری که الله را نمیشناسن. ذکری که الله مشروع کرده او را نمیشناسه، پیغمبر که نقل شده او را نمیشناسه. از امو خاطر از تاریکی ها نمیبره، یا در بدعت مبتلاست، یا در شرک مبتلاست نعوذ بالله، یا در افراط و زیاده روی و یا در تفرید مبتلاست. قرآن کریم خود میگه که ذکر الله موجب عزیزت، که الله تبارک و تعالی تو را از تاریکی ها میکشه. و رحمت الله و ملائکه آمدن هم به میخاطر است، لیخرجکم، که شما را بکشه من الظلمات، از تاریکی ها،
تاریکی بدعت، تاریکی شرک، تاریکی جهل، نادانی، الی نور بسوی روشنی توحید الله، روشنی سنت رسول الله، روشنی علم. و کان بالمؤمنین رحیما، هست الله تبارک و تعالی بر مؤمنا رحیما، رحم کننده، زیاد مهربان است. چه قسم زیاد مهربان است؟ توی الله را یاد میکنی، الله مسلسل رحمت خود شامل حالت میکنه و ملائکه برای تاییدت روان میکنه و الله راه و وسیله را برای بیرون برآمدن بر روشنی الله برات مساعد میکنه. هر انسانی که جستجو و تلاش اینمی از ذکر الله را میکنه، حتما الله قطعش یاری و امداد میکنه. تحیتهم یوم یلقونه سلام و اعد لهم اجرا کریما. تحیتهم پیشکشی از یا، یا سوغات از یا کلمات ملاقاتی از یا در روزی که روبرو میشان با الله تبارک و تعالی سلام است. السلام علیکم، سلام علیکم. الله تبارک و تعالی به مؤمنان سلام میگه و مؤمنان سلام میگه. و عد لهم اجرا کریما، آماده ساخت الله برای ایتور مؤمنان اجری خیلی شایسته و خیلی عزتمنده. کریم امو اجر مفسرین میگه که به محنت و به تکلیف و به اعزاز و عزتمندی حاصل شوه، لیکن نه، کریم مفهوم خیلی وسیع داره، یعنی اجری که واقعا اجنوه سختی ده و نباشه، ملالت و تنگی ده و نباشه، خوشگوار باشه، دائمی باشه و اجری باشه که واقعا همه ضرورات انسان تکمیل کرده بتانه. مفهوم کریم امی کلی از این را شامل میشه. چرا؟ به خاطر که مراد از این امو نعمت و اجر جنت است و اجر جنت دارنده مزایای خیلی زیاد است. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. یا ایها النبی انا ارسلناک، آلی الله تبارک و تعالی پیغمبر علیه السلام خطاب میکنه، پنج صفت در دو آیت اول از پیغمبر علیه السلام بیان میکنه و دو آیت دیگیش وظیفه و کاری پیغمبر علیه السلام الله تشریح میکنه. صفت پیغمبر چیست؟ الله به کمال اعزاز آواز میده به پیغمبر که یا ایها النبی، ای پیغمبر، اشاره به این میکنه که مسئولیت تو خبر دادن حکم الله است به مردم، به مردم پیام ما را میرسانی. انا ارسلناک، یقینا ما روان کردیم تو را. نمیگه اکیم انا اوجدناک، انا انشأناک، انا زرعناک، انا خلقناک، نمیگه. الله تبارک و تعالی در اینجا نمیگه که ما تو را پیدا کردیم، بلکه میگه انا ارسلناک. رسالت پیغمبر موجب نعمت است، ولادت پیغمبر موجب نعمت نیست. ولادت پیغمبر 40 سال پیغمبر موجود بود، سخنش قابل اعتبار نبود و نه کسی از او اطاعت میکرد و نه اطاعت از او سر کسی واجب بود. این بدبختای امروزی که بدعات رواج کرده رویسته و علم نداره بیچاره، از رسانه ها و از رادیوها مردم گل زده با احادیث موضوعی تقدیم میکنه که اینی قدر ثواب داره. این بدبختا تهمت ناحق در شان پیغمبر بسته میکنه، دروغی بزرگ در شان پیغمبر میگه، نعوذ بالله. نمیدانه که الله پیغمبر علیه السلام نعمتش در کدام لحظه عمرش است. قرآن اینجا برای ما میگه انا ارسلناک، ما روان کردیم تو را. روان کردن نعمت است، به خاطری که تاریکی ها بعد از روان کردن پیغمبر و پیغمبری تاریکی ها از بین رفته. از او خاطر الله میگه ما روان کردیم تو را شاهدن. اول صفت پیغمبر علیه السلام شاهد است. شاهد دو مطلب داره، یک مطلبش ایست که بالای امت خود شاهد هستی بر رسالت و تبلیغ، تو شاهد گواستی که احکام و پیام الله را به امت رسانیدی، یا شاهد استی بالای حقانیت دعوتای انبیاء علیهم السلام که در پیش در طول تاریخ انجامیده. چرا باوردن قرآن کریم برای ما ای آگاهی حاصل شد که انبیاء علیهم السلام مسئولیت خود ادا کرده در برابر امت خود. از امو خاطر است که در روز قیامت وقتی که از انبیاء علیهم السلام الله سوال میکنه که مسئولیتتان رسانیده و میگه بله، شاهد طلب میکنه، شاهد امت پیغمبر علیه السلام میشه. از او خاطر یا شاهد هستند. پیغمبر علیه السلام تسکیه شهادت امی امت خدا میکنه. دوم معنای شاهد، تو بیان کننده هستی شاهدن، او این معنا راجح هم است. چی معنا؟ پیغمبر تو شاهد هستی، تو بیان کننده هستی. پیغمبر تو شاهد هستی، وجودی تو شاهد است بالای صداقت نبوتت، اخلاق تو، برنامه سازنده تو، حرکت تو، صفتای کمال تو، خودش گواه بالای صدق نبوت تو است. از امو خاطر سوابق پیغمبر علیه السلام امی مردم می دانستن، حالات سابقه را می دانستن و انقلاب عظیمی که در زندگیشان پیدا شد
و تمام اخلاق پیغمبر علیه السلام که خود مشاهده کردند کلش دلایل بالای چی بوده؟ صداقت پیغمبر بوده. از خاطر الله میگه تو را روان کردیم شاهد هستی، بیان کننده هستی، وظیفه و مسئولیتش فقط بیان احکام الله. و مبشرا، کسانی که امی دعوت میپذیره، کسانی که با پیغمبر راه میروه، برای از یاب بشارت دهنده هستی. چی چیزا؟ ثوابای بزرگ در روز آخرت، در روز قیامت. در آخرت الله تبارک و تعالی به همچون مردم ها ثوابای بزرگ میده. تو بشارت میدی به کامیابی، تو بشارت میدی به سعادت و نیکبختی. کسانی که با پیغمبر بپیونده اینمی خوشخبری ها را پیغمبر برای امی امت میده. و نذیرا، بیم دهنده استی به کمال شفقت و دلسوزی. پیغمبر قطعی کسی دشمنی ذاتی نداره، هر کسی که رای غلط و رای مخالفت در پیش میره او را بیم میده از عذاب الله که در آخرت است، از ناکامیشان بیم میده، از ای که بدبخت میشن از ای برشان بیم میده. یا حسنهم واللیل قد جنهم ونورهم یفوق نور الانجوم ترنموا بالذكر في ليلهم فعيشهم قد طاب بالترنم.